شب شلاق شعر شکنجه این عنوانش. این شعرم که میخونم هر کجا واسدم خیلی مثلا میاد پایین در دیریست مثل ستاره ها چندانم را از شوق ماهیان و تنهایی خودم پر کرده ام، ولی مهلت نمیدهم که مثل کبوتری در شرم صبح پر بکشاید با یک سبد ترانه و لبخند خود را به کاروان برسانم. خط پایین داره اما اینجا باز میکنیم من عاقبت از اینجا خواهم رفت، پروانه ای که با شب میرفت این سال را برای دلم میگید، هر توقفی که سکوتی که بایی میشد و این حاضر میشنه یه خط پایین داره. شب بوده نه از آن شبها که گلاویر خود را در آینه سراب نیلوفر به نظاره نشسته باشد. گلاویر اسم ستاره ای الان پاسشو پیدا بکنم، گلاویر تو گیومه، سراب نیلوفر تو گیومه بود. نه از آن شبها که فرهاد در کنار بیستون به خواب شیرین رفته باشد شب بود، نه از آن شبها که پرتو اسم یه شاعر بعدا رفرنس میدیم پرتو داخل گیومه به دنبال فاقی ارمنی شعرهایش از سرتپه و سید فاطمه آواره کوچه ها و کوچه و خیابان های کرمانشاه شده باشد. سرتپه و سید فاطمه هم چونستان مفهانه تو گیومه. نه از آن شبها که بیستون با صدای تنبور به وجد سماع افتاده باشد. از آن شبهایی بود که زخمه تار اسماعیل مسقطی حواس پریشان کردن گیزوان مینای آوازهایش را نداشت. از آن شبهایی بود که طاق بستان آواز گلوانوش و باخان لرنژاد را در کرمانشاه انعکاس نمیداد. شب بود، نه ماه بود، نه ستاره، نه آسمان، نه ابر، فقط دیوار بود. تاریک شبی بود و اتاقکی تنگ و تاریک و نمور با دری کوچک که از سوی به آینده و سوی دیگر به گذشته باز می شد و من شعری را با دیوارها زمزمه می کردم. اون شعر شاملو هست که میگه در درون من خواسته ستمگریست. اونو برام می نویسی خود. تق و تق در آشفته کرد رویای شبانه ام را و به هم ریخت قافیه لالایی های ننوشته مادرم را که زمزمه می کردم. چشمت ها اینتر چشمن بدن در ساجلو بستند راه بیفت. از سلول کوچکم کشان بیرونم آوردند. راه را بلد بودم، بهتر از نگهبانهای پیری که مثل در سلولها فرسوده شده بودند، بهتر از بازجوهایم تعداد تله‌های زیر زمین زیر هواخوری را می‌دانستم. انگار سالها بود این زندان را زیسته بودم. هیچ حتی می‌توانستم جای پاهای همه زندانیان قبل از خودم را ببینم. خط پایین‌تر هنگام پایین آمدن از پله‌ها از زیر چشم من تعداد پاهای حاضران را می شماردم. یک، چند نقطه، دو، چند نقطه، سه، چهار، پنج، شیش، بینشون نقطه. آمده بودن تا قدرت خود را روی یک انسان نمایش دهند. وانگاه که می ایستادم شعری مرا زمزمه می کرد. خدایا من کجای زمین ایستادم؟ این داخل گیومه با چند نقطه. و با اولین ضربه نتمام می ماند شعر و می وستندم به تخت. چند تا نقطه؟ چقدر می ترسیدم چند نقطه، نه از درد شلاق، از این که در قرن 21 در قرن گفتگو در دهکده جهانی هنوز کسانی با شلاق فاتحانه بر بدن انسان رنجوری بکوبند و بخندن. می لرزیدم پایین تر. چند نقطه، نه به خاطر ترس از ضربات مشت و لگد نقطه یا ویرکول بذار، ترسم از پایمال شدن ارزش‌های انسانی بود در سرزمینی که منشور اخلاق برای دنیا می نویسه. یک پایین تر وحشت برم می داشت. چند نقطه، نه از درد شوک الکتریکی نقطه ویرگول نقطه، از پزشکی که معاینه می کرد و با نوک خودکارش بر سرم می کوبید که خفه شو. چند نقطه، خفه شو. چند نقطه، آن هم در حالی که قرنها از سوگرنامه بخورت گذشته بود. با صدای شلاق بشن که ذوالفقار می نامیدند به گوشه دیگر از دنیا می رفتم، آنجا که دغدغه فکری انسانهایش نجات سوسمارهای آفریقا و مارهای استرالیا است، آنجا که حتی به فکر مارمولک های فلان جهنم دره در ناکجا آباد دنیا هستند. اما اینجا چند نقطه، اینجا چند نقطه، وای چند نقطه، وای وای. به هر ضربه ذوالفقاری سالها به عقب برمی گشتم، به عصر قاجار، به مناره ای از سر و گوش و چشم، به دهه هیتلر، به عصر تاتار و مغول و بربر،
باز می‌زدن می‌زدن تا به ابتدای تاریخی که خوانده و نخوانده بودم می‌رسیدم، اما باز در تمامی نداشت. چند نقطه بیهوش می‌شدم و ساعتی بعد در سلولم دوباره به دنیا می‌آمدم و چون نوزادی شروع به دست پا زدن می‌کردم و شعری مرا به خود می‌خواند. تولد نوزادی را دیدم، به خط برای همین می‌دانم خط جیغ کشیدن و دست پا زدن خط اولین نشانه آن زندگی زادن است. ستاره باش می‌بریم بعدا توضیحش می‌گم که از کی. و فردا شب باز صدای درد و باز چند نقطه. یکی می‌زد به خاطر افکارم، دیگری می‌زد به خاطر زبانم، سومی می‌پنداشت که امنیت ملی را به خطر انداختم، چهارمی می‌زد تا ببیند صدایم به کجای دنیا می‌رسد، پنجمی گستاخانه تر می‌زد که چرا در شهر شیرین عاشق شیرین وشی شدند. چند نقطه و حال باز شب است. چند نقطه از آن شبها مدتها گذشته، ولی به هم می‌ریزد هر صدایی رؤیا و خواب شبانم را و نیمه شب الهه میدیایی رؤیاهایم در گوشم نجوا می‌کند. به خوابه گفت نه اینکه وقت خوابه، بخواب جونم که بیداری عذابه. تمام شد مستمزم.